نوکر شما، چاکر شما. بینندگان عزیز، یک دست محکم به افتخار مجری برنامه امشب با امید. امید بینندگان عزیز، خوش اومدید به برنامه امشب به امید. که راست بگم این شو همش رقصه. بزن بچه. من واقعا شرمندم. من واسه شماها کمدی اجرا کنم؟ من بچه انگلیسی هم، بچه ایرانی هم. شما چقدر بامزه این و باهوش. وای، یکی از دوستای من کلوپ ویدیو داشته بود تو لندن، گفتش امید جان هر ویدیو که میخوای من برات تهیه میکنم. یه روزی رفتم اونجا دنبال یه فیلمی بود، کسی یادشون هست فیلم حقیقت تلخ از الگور؟ یادتونه؟ من بهش گفتم عزیز جان یه حقیقت تلخ داری؟ گفتش بله امید جان، متاسفانه شما چاقین برای اینکه خیلی غذا میخورین. بزن باسم خیلی ضعیفه. من اتفاقا سال پیش بی بی سی پرژه که واقعا تشکر میکنم یه شو گذاشته بودم، همه بچه ایرانی اومده بودم. من فل بداهه نمیتونم حرف بزنم، یه خود خرابه. بچه ردیف اول یه خانم خیلی خوشگل بود، گفتم خانم این آقا پر شما نشسته، این شوهر شماست؟ گفتش نه این برادر منه. گفتم چند وقت ازدواج کردین؟ گفتش نه این برادر منه. گفتم عروسی کی بود؟ گفتش نمیتون مرض داری این برادر منه. گفتم رابطه جنسیتون کی خراب شد بعد از عروسی؟ گفتش تو مرض داری؟ گفتم خانم شما چند تا بچه دارین؟ گفتش سه تا. اما بچه ایرانی ها خیلی گرم میگیریم همدیگر رو. رفته بودم فنلاند. فنلاند میدونم کسی فنلاند بوده؟ زبونش خیلی جالبیه. مثلا سلام به فنلاندی میشه تربه تربه. آدم نمیدونه دارن حرف میزنن یا اظهار گرفتن. منم نشسته بودم تو تاکسی بودم. مرتی که ایرانی بود، راننده تاکسی ایرانی بود، گفت به به آقا ما چقدر افتخار میکنم امید جلیلی اومده تو تاکسی من. داشتیم گپ میزنیم، یک دفعه من یه باد ول دادم، باد محکم خیلی هم بلند. راننده گفتش که به به آقای جلیلی شما فنلاندی کی یاد گرفتیم؟ من گفتم فنلاندی نبود، من ول دادم. دیگه ساکت شد و پنجرهشو کشون پایین. خب دلیل اجرا کردن این شو چیه؟ قصد من چیه؟ آیا کاربارم یه خود کم شده و تو انگلستان بیکار شدم؟ یا شاید من یه چیزی بد گفتم، یه خلافی کردم که منو کنسل کردن؟ یا من دارم سوال میکنم، شما هم اصلا نمیفهمین و هنوز میگین وو؟ یا شاید من دارم میام نزدیکتر به فرهنگ خودم و میخوام یک برنامه بسیار عالی اجرا کنم واسه بینندگان عزیز خودم داخل ایران؟ این چالش خیلی بزرگه برای اینکه خودم حاضر کنم. رفتم خوندن یاد گرفتن، نوشتن یاد گرفتم، ادبیات فارسی یاد گرفتم، شعرهای سعدی و حافظ یاد گرفتم. اما تنها چیزی که واقعا به دلم چسبید، تنها چیزی که دیدم وای این فرهنگ 3000 ساله ما واقعا خلاصه میشه در این ویدیو. ای ما جور سوارا، ایشالله تک چرخی میزنی بیست سام لاستیک جلوت بیاد روی اسفالت. ای آقایی که نور بالا زدی تو چشم من، ایشالله نور دلت همیشه روشن باشه. چی میشه کمک بکنی؟ باشه رو با خدا تو رو حفظ بکنه. میبینی که فا ندارم تو چرا که داره بینا.
دلیل وجود این سگ من افتخار میکنم، یعنی حتی سگای ایرانی هم کلکبازن. شاید این کلکباز نباشه، شاید یه خارش داشته. این چجور جامعه داریم که یه سگ نمیتونه خودش بمانه تو خیابون، آدم سرش داد بزنن و حالش بگیرن. واقعا چه مکافاتی. ایرانی بودن واسه من باعث افتخاره. چه چیزای اختراع کردیم؟ سیستم پست، سیستم دولت فدرال، یخچال، آب داغ. تو همون زمان تو بریتانیا اونا بدن لختشون رو رنگ آبی میکردن، میرفتن تو غارها با گراز وحشی اشبازی میکردن. نخندین شما؟ چه جالب. بچه شما میدین این برنامه تو دوتا زبونه. این جوک من به انگلیسی گفتن خیلی خندیدن. A system of federal government, refrigeration and running hot and cold water while the early Britons were painting themselves blue and buggering wild boar. و چیز آخر که میخوام بگم، من تو انگلستان بزرگ شدم و دو چیز خیلی مهم من یاد گرفتم راجع به فرهنگ ایرانی. یکی هست پذیرایی. پذیرایی ایرانی درجه یکی تو همه دنیا، اینم یه چیز معروفیه. دومن چیز خیلی مهمیه تو فرهنگ ایرانی، این هست غیبت. غیبت خیلی چیز بزرگه. من این دوتا چیز با هم همیشه تو خونه خودم میدیدم. بابام یه حسابدار داشت انگلیسی به نام براین. براین همیشه میامد خونه ما ساعت 4 هر شنبه، میامد میگفتم براین جون، براین خوش اومدید، میگفتش خیلی ممنون. براین جان تو گرسنته؟ میگفتش نه، من یه ساندویچ خودم ساعت 1. نه بیا یه غذای بخور. پری جون یه کباب بیار، یا یه خود فسنجون و یه کباب برگ و کوبیده پیاز کباب شدن بهش بده. براین بخور. گفتش نمیتونم بخورم. خب یه خود بچش بچش. میگه خوشمزه است. گفت خیلی خوشمزه است. نمیتونی بخوری؟ جعبهش کن. پری جون غذا رو جعبه کن ببر ببر خونه. مرسی براین جون، خداحافظ شما. خیلی تو دفعه دیگه خداحافظ. وقتی که رفت مامان گفتش عجب این براین چه پرخور پدرسوخته بود. دیدی چه خورد؟ آها ساندویچ هم ساعت 1 خورده میاد خونه ما. غذای ما رو میخوره پدرسوخته. بی حیا حیوانن. انگلیسی‌ها حیوانن. بچه‌ها این برنامه ویژه‌ایه. من میخوام دید منفی خارجی‌ها نسبت به ایرانی‌ها میخوام از بین ببرم. اینا رو می‌بینین؟ این میز رو می‌بینین؟ این صندلی‌ها رو می‌بینین؟ اینا سمبل غربه واسه چتشو. من الان میخوام با چکش اینا رو نابود بکنم، نابود، که یه شو نو باشه اینجا. با اجازه شما. چی حیفه؟ میخوای میخرید؟ چقدر میخوای بدی؟ 10 پوند. 10 پوند؟ اوکی بیا بیا بده من. تفاله بده من. بیا خودتون بردارید دیگه. تشکر استاد. بچه ها میخوام یه مهمون ویژه براتون معرفی بکنم. یکی که همین امروز از آمریکا رسیده، نویسنده، هنرپیشه، کمدین، دست محکم واسه دوست من آقای تهران. دمت گرم امید جون، مرسی که منو دعوت کردین اینجا. چه برنامه قشنگی. میدونم که بوجه برای برنامه تلویزیون ایرانی کمه، ولی میز و صندلی نداریم ما بشینیم راحت. نه میز و صندلی نداریم متاسفانه. نداریم واقعا؟ اینجا نداریم متاسفانه. من ندارم. ما داریم. شما دارین؟ داریم. 20 پوند. من فقط 10 پوند. تو یه 10 پوندی داری؟ امید جون معذرت میخوام. من واقعا راست میگی؟ آره یه دلار داری؟ بچا شاید دلار داشته، دلار داری؟ دلار میگیریم. 20 دلار. 20 دلار خوبه؟ 20 دلار. 40 تا. 40 تا. 40 تا بهش میتونی. بیا اینو بگیر. بیا بزن سر جاش. خواهش می‌کنم. مرسی، خیلی ممنون.
تهران جان بفهمید، بفهم بشین اینجا شما. مرسی. بفهمید. امید جان بفهمید. مرسی بند، مرسی. بچه‌ها تهران، بچه‌ها تهران یه دوباره خوب حالت چطوره؟ خوبی تو؟ آره خوبم، مرسی. خوبین شما خودتون؟ من خوبم مرسی. عزیز جان من سوال اولم اینه که تو اصلا اسم تهران رو چجوری گرفتی؟ خب تهران چون پدرم مخصوصا این که خارج از کشور بوده تو آمریکا، من متولد آمریکام دیگه، پدرم ایرانیه، مادرم آمریکایی سیاه‌پوست و پدرم همیشه به ایرانی بودنش افتخار میکنه و اسم بچه‌شو گذاشته تهران. اگه تو اصلا تو ایران به دنیا اومده بودی اسمت بود واشنگتن؟ خدا نکنه. الان یک پسر تو تهران تو ایران داره هر روز کتک میخوره، اسمشو گذاشتن واشنگتن دی سی، هر روز کتک میخوره. خب چون که تو دورگه هستی، مادر سیاه‌پوست، ما پدر ایرانی، هیچ مشکلات روانی پیدا کرده بودی وقتی که همین ایرانی بودن خودش روانیه؟ یعنی همون ایرانی بودنش خودش روانیه، همون سیاه‌پوست آمریکایی بودنش هم خودش روانیه، دو تا رو با هم می‌زنیم. به خاطر همینه که من کمدین شدم. همینه، کمدی همینه دیگه. تو چقدر دیوونگی داری؟ من خیلی روبدشام میپوشم هرچی که میرم. مثلا فکرشو بکن. این روبدشام واسه چیه؟ خیلی چیز جالبی واسه من. یه چیزیه که خودم میپوشم. همه هم میپرسن چرا اینطوری لباس میپوشی؟ دوست دارم اینطوری چون خیلی هرچی که برم راحت باشم. همیشه راحتم، خودمم. منم اگه لخت مادرزاد باشم، منم واسه منم راحتم. نه، اون موقع من زنگ میزنم به پلیس. ولی من وقتی که روبدشام میپوشم، راحتیم اینه که هر کسی که میره بیرون از خونه‌اش، حالا هر چی باشه، یک نقاب با خودش میبره. خب هر کسی، دکتر مثلا کت سفید میپوشه، کسایی که بانک کار میکنن کت شلوار میپوشن، با اینکه دزدن ها کت شلوار میپوشن، همه میگن آها احترام کنیم بهشون. و به خاطر همینی که روبدشام میپوشم، دوستم راحت باشم، هر جا که میرم راحت باشم. همه جای دنیا خونه خودمه. این قسمت برنامه‌مون واسه یه تردستی نشون بدیم. تو می‌تونی نشون بدیم؟ فقط بسکتبال. همه منو می‌بینن بسکتبال. می‌بینی کمدی هم انجام میدم. خب مثلا بگم، مثلا من تردستی من اینه که می‌تونم بگم بگلت دات دات افات گگلت دویت با بات فولات. اون تردستی نیست. چرا آخه؟ اونو به کجا کار می‌بری؟ چی بکنی؟ بکن. گگلت دات دات دات. قشنگ فنگ دنگ دگلت دات دویت دات بولات. خیلی سخته. خب تو میتونی شات بزنی؟ آره بزن. بزن. Go for it. Ah! Yes! Come on! تو که به عنوان یک کمدین که ایرانی هستی و سیاه‌پوست آمریکایی هم هستی، تو از این هویت خسته شدی یا مثل من میخوای ازش پول در بیاری؟ اولا از بودن خودم که هیچ وقت خسته نمیشم. هیچ وقت. حوصله‌ام هم که سر نمیره. و مهمش اینه که من درباره تجربه‌های خودم صحبت میکنم، دیگرانم خب درونش تجربه های خودشون رو میبینن. این نوع کمدی منه و فقط من نیستم، بچه‌ها که گفتم اونا که خارج از کشور بزرگ میشن، اونا هم مثل من دورگن، ممکنه نشون داده نشه به خاطر اینکه جو پدر مادر ایرانی هم، ولی هنوز اون درد منو درک میکنن و به خاطر اینه که ممکنه من یک چیزی بگم، یک کاری بکنم که اونا بیشتر به ایرانی بودنشون افتخار کنن و به آمریکایی بودنشون. من یه وقتی عصبانی میشم که چی تو جامعه انگلیسی هم نمیذارن که من فقط کمدین باشن به عنوان یک انسان. همیشه باعث میگن که تو باعث یه چیز راجب ایرانی بودن بگی. به وقتی این راجب ایرانی بودن میگن، میگن ما این همش راجب ایرانی بودن حرف میزنه. آره. اینا نمیذارن که ما خودمون کمدین باشیم به عنوان یک کمدین. آزاد باشی. نمیذارن. آره. به خاطر اینکه میخوان همه چی و همه کیو بذارن تو جعبه. آره. ولی جعبه واسه چیز گذاشتنه، نه برای آدم انسان گذاشتن. راست میگی. خب خیلی چیز من خودمو هیچ وقت نمیذارم تو جعبه. من درباره هر چیزی که بخوام و میخوام صحبت میکنم و شما اگر دوست دارین میتونین گوش بدین، اگرم دوست ندارین راحت کانالو عوض کنین. عجب حرف بیرون از جعبه گفتی الان. همین.
زبان خیلی مهمه. هممون میدونیم که زبان فارسی یکی از قشنگترین و کاملترین زبان دنیا است. 100%. و تو زبان فارسی ریشه لغت به خود لغت معنی میده. مثلا خوشحال، خوشمزه، خوشقیافه هم ازش خوشخوبی میاد. خب آفتاب، آفتابه، مثلا از آفتاب همون تاب داره. خب حالا این کلمه مثلا زن، زن یعنی زن. خب زنبور نیش میزنه، زنبور زن جیر به پات میبندن، زندان میشه زندان. اینو میبینی؟ اینا رو نمیبینن مردم، اینا رو نمیبینن. به خاطر همین که من از خانمای ایرانی بعضی موقع میترسم. ولی ریشه لغت مردم ریشه لغت خوبی هم نیست. به اون صورت هم آقایون میخندن، مرد مردی که خر، مردی که احمق، مردی که شوم، مردی که الاغ. چی میگن؟ میرانی به 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 تو چی گرفتی؟ به به گفتی من چنجه و کوبی دارم. چنجه و کوبی اما این چرا قرمه سبزی بود؟ قرمه سبزی خیلی من عاشق قرمه سبزی هم. هر کی من رو میشناسه میدونه قرمه سبزی دوست هم. ببین هر کسی که قرمه سبزی دوست نداره من مخالفم، اصلا نمیتونم باشون رفیقم باشه. فسنجون اصلا مثلا خوشم نمیاد. فسنجون دوست نداری؟ دوست ندارم. اصلا ایرانی نیستی تو. اونش نیست. هر موقع هم وقتی که میگی فسنجون دوست نداری اصرار میکنن که فسنجون بخوری. خب نمیخوام. کله پاچه مثلا تو عمرم من کله پاچه بخورم. کله پاچه خب من هم به هم خورد. اصلا نمیتونم بخورم به خاطر اینکه خب دوست ندارم. کله پاچه اصلا چیه؟ کله و پاچه. کله پاچه نمیدونم. من چند تا بچه برمی‌دارم می‌کشن. من رفته بودم ایران. میام اونجا خب بچه بودم دیگه، بچه واشنگتن دی سی خب آمریکا. میام ایران دفعه اولی که خانواده‌ام اومدم میرم، عموم میاد یک گوسفندم به خودش میره. خب منم بچه بودم 5 سالم، گوسفند زنده، گوسفند میگه منم بچه بودم بابایی 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 تا میگم بابایی سر این گوسفند رو جلو میبرم جلوی تو. من 5 سالمه ای بابا. خب همونجا گفتم زنگ بزن امریکن امبسی منو برگردون. او مای گاد تهران جان من افتخار میکنم تو فارسی چقدر قشنگی، مثل بلبل حرف میزنی. افتخار میدم. تو رفتی کلاس فارسی؟ اتفاقا خیلی از من میپرسن. اولا پدر من معلمه، یک درس پدر معلمه، معلمه و یک تکنیک مخصوص درست کرده برای چیز یاد دادم به بچه به نام توسری. با توسری هر چیزی که میخواد به بچت یاد میده. مثلا میخوای بچت آدم بشه بفرست خونه مامان من، دو روزه همه بچه رو آدم میکنه. من کلاس فارسی هم رفتم، یعنی من میفرستاد کلاس فارسی هر شنبه میرفتم کلاس خانم فصیحیان. تا بیخوری بچه تخص بودی اونجا؟ من خب معلومه دیگه، چون یا هنوز یادم خانم فصیحیان یک بار داشت اسمای بچه ها رو میگفت. من یک پسر تو کلاس بود زیا. اسمش زیا بود. بعدش خانم فصیحیان گفت زیا زیا، منم گفتم نگو نگو زیا نگو زیا، گفتم نگو. تو چند سالت بود؟ 5 سالم بود. 5 سال بود. 5 سالم اسم معلم چی بود؟ خانم فصیحیان. خانم فصیحیان پس خیلی تشویقت کرد؟ خیلی تشویق میکرد. شیرین بود، یه خانومی بود واقعا با ما بچه‌ها همکاری میکرد، یعنی یک کسی بود که واقعا اثر گذاشت رو زندگی من. تهران جان من شرط می‌بندم که تو هیچ وقت فکر نمی‌کردی که این خانم فصیحیان رو دوباره ببینی. خانم فصیحیان رو من خانم فصیحیان رو مثلا 20 سال ندیدم. خب بینندگان عزیز ما یه خبر خیلی جالبی داریم، هم این خانم فصیحیان رو پیدا کردیم و همین حالا رو زوم آوردیمش تو برنامه ما. خانم فصیحیان شما هستین اینجا؟ درود بر شما، خیلی خوشحالم آقای امید جلیلی، من باورم نمیشه شما رو دارم اینجوری از نزدیک میبینم، خیلی ممنونم منو دعوت کردید. خانم فصیحیان خواهش میکنم که شما خاطراتون یه خود اگه بتونید بگین از وقت قدیم راجع به تهران. والا چی بگم، تهران جان خیلی خیلی پسر آقا با محبت، خیلی کیوت مثل خود شما. خیلی خیلی دوست داشتنی. فقط دیگه بگم دیگه تو برنامه امید جلیلی تعارف نکنیم. بگید بگید. کنار خیلی عاشق پیشه بود، این به من میگفت بیام دوتایی با هم دیگه فرار کنیم. من میگفتم خب آخه تهران جان من حالا سنی هم ندارم، ولی خب من اون موقع شوهر داشتم، من دیگه ندارم، سه تا بچه داشتم، خب حالا باز دو تا بود یکی بود فرق میکرد، مسئولیت داشتم تو اون مدرسه، ولی او کوتاه نمیومد، میگفت یا تو یا هیچ کس دیگه. خانم فصیحیان پس تهران
شاگرد بی انضباط بود، یعنی تو کلاس شلوغ میکرد و شیطونی میکرد. شاگرد نبودن ایشون، ایشون صاحب مدرسه زبان بودن در واشنگتن دی سی. امید جان، من تو عمرم این خانومه رو تا حالا ندیدم، مثلا تو عمرم، اصلا نمیشناسم ایشون کیه. دیگه نمیدونم اون الان چی شده، امیدوارم که یه خانم خیلی خوبی پیدا کرده باشه و کنار هم دیگه خوشبخت باشم. منم که در خدمت شما هستم. خانم فسیان، خیلی ممنون از شرکت تو این برنامه، خداحافظ شما. همین؟ اینو اصلا نمیشناسم. امید جان، نه فقط این نمیشناسم، فکر میکنم دوست دختر جدید پیدا کردین شما. این تیکه رو قطع کنیم، میتونیم قطع کنیم؟ میگم که ایرانی بودن باید مثل که بسید خیلی مهم بود. و مثلا نوروز، نوروز فامیلت چیکار میکرد؟ نوروز باسه تو خونه ما خیلی مهم بود. مثلا نوروز اصلا اصل کاری نوروز بود، خونه تکانی بود، نمیدونم چهارشنبه سوری که اصلا معرکه است. بعدش هم همه دور هم جمع میشیم میریم پارک برای سیزده بدر. خیلی جالب، من یه برنامه کرده بودم واسه مسیح علی نجات، میگفتش به من خاطرات شما رو بگید، مثلا بوی نوروز واسه شما چیه؟ بوی عیدی، بوی چیه؟ من گفتم بوی عیدی واسه من بوی دمپای پدر بزرگمه. فقط بو میداد دمپای پدر بزرگ، پدر بزرگ دمپایش بوی گرم میداد. خاطرات مثلا که خاطر از نوروز اصلا خراب شده بود. خب ماهی قرمز هم موقع بخری، خب هم موقع ماهی قرمز میری خونه، شب قبل از عید همیشه میمیره. حالا فرق نمیکنه مثلا یک سال قبل بگی یا همون شب قبلش بخری، همیشه میمیره. ماهی ماهی قرمز میشد ماهی بوگندو. چرا؟ آخه ماهی مرده به 12 ساعت مرده بود. هنوز گذاشته بودن رو میز ما. بو دمپای پدر بزرگت میداد. اونم باش میکس بکنین دیگه اتفاقا همش تموم شد. قدرت ایران دو چیزه، تنوع قومی و نژادیش و خانمای ایرانی. خب ما در اون ایران فرهنگ‌های مختلف داریم، نژادهای مختلف داریم، ارمنی هست، لور هست، کردی هست، بلوچی هست، دین‌های مختلف داریم. این قدرت ایرانه که اینه که ایران ایران مونده. و خانم‌های ایرانی، خانم‌های ایرانی که واقعا زحمت می‌کشن و رهبر فامیلاشون هستن، این خانم‌های ایرانی که در سازمان انجمنی ایرانی فعالن، در اجتماع فعالن، این خانوم هاست. اینو چرا میخواستی نشونم بدی؟ این یه وسیله واسه ساکت کردن فعالیان اجتماعی. مال بچه ها مگه نیست؟ از بچه ها خیلی زود بهشون یاد میگیرن که اگر چیزی خلافی گفتن ما ساکتشون میکنیم. یعنی از چه نظر؟ مثلا حرف بزن، حالا بهت نشون میدم. حرف بزن، اگر چیزی مثلا سیاسی بگی ساکتت میکنیم. سیاسی صحبت نمیکنم، ولی اگر درباره حکومت و دولت اصلا صحبت نمی‌کنم. ولی درباره چیزا مثل آزادی بیان دوست دارم صحبت کنم، بخاطر اینکه آزادی بیان یکی از مهمترین حقای انسانیت بودنه. ما انسانیت بودن، آها این نمیشه گفت. آها انسانیت میتونم بگم، چون من نمیگم ایران بده، اینو هیچ وقت نمیگم. ایران خیلی هم خوبه، ولی اون چیزای بدی که هستش باید درباره جامعه صحبت کنیم. ما اگر چیز بد می‌بینیم باید درباره جامعه صحبت کنیم. نه نباید دیگه، این خلافه. آها منظورت یعنی من الان دارم صحبت میکنم باید که هیچ کس نیست بشنوه. آه برمیگردم. اما اینجا میشه برگردم. فقط باید بگی حرف گوش کن، حرف گوش کن، حرف گوش کن، حرف گوش نکنی بیرون. درست. منظورت اینه؟ منظورم همینه، بارک الله. خب اینم اشتباس دیگه. نه خب یه تیکه میخواستم درست کنم واسه این شو که نشون بدیم که ما هنرپیشه درجه یک هستیم. مثلا بهترین فیلم چیه؟ فیلمی که بیشتر دوست داری؟ فیلم ایرانی که باش خاطره دارم؟ آره آره. فیلم ایرانی که باش خاطره دارم این فیلم دزد عروسک هستش. آها. بچی که بودم واقعا این فیلمو دوست داشتم. دزد عروسک. اوکی. آره قشنگه. پس قشنگه. بریم من دو سه تا بعد سوال بدم که نشون بدی به همه دنیا تو هنرپیشه درجه یک هستی. هنرپیشگی با احساسه، به لاین کاری نداره. اون لاین معروف از اون فیلم چی بود؟ اون لاین معروف از فیلم دزد عروسک ها بچه بود، میگفت آهای 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 ننه من گرسنمه. دوست دخترت میبینه که رو اینستا تا
تو عکسای دخترهای دیگه لایک کردی. این لاین چجوری بهش میگی؟ نه من گرسنمه. پلیس در لس آنجلس میخوان دستگیرت کنن با اینکه سیاه پوستم هستی. این لاین چجوری بهشون میگی؟ نه من گرسنمه. یه خانم در مکان عمومی داره به بچه‌ش شیر میده. یهو متوجه میشه که تو یک ساعت داره فیلم برداری میکنی با دهن باز. این لاینو چجوری بهش میگی؟ نه منم گرسنمه. به به، آینده خیلی روشنی میبینم تو هنرپیشگی برای تو تهران جان. باریکلا. تجربه من بود که یه خود اونا که راجع به کمدی می‌نویسن راپورتاج میکنن یه خود راسیستن اینجا. مثلا اگه من بحثت کار تو کمدی هم میخوندم یا میرقصیدم، همیشه میگفتن که آه این میاد لهجه میذاره و میرقص و جای اینکه 4 ستاره بدن 3 ستاره، یه ستاره کمتر میدن علاقه این که خوششون نمیاد. من گفتم که این فرهنگ منه، ما یه خود ایرانی ها شنگولیم، دوست داریم بخونیم، دوست داریم برقصیم. اما حالا یه خود چشماشون باز شده، امیدوارم که اگه تو رو ببینن یه خود را باز شده که شما را رو باز کردین. و امیدوارم به خاطر اینکه اونطوری که ایرانی ها بعضی موقع ها متاسفانه اینقدر خارجی پرست هستیم، دوست نداریم درباره این موضوع توی جامعه همون صحبت کنیم. عجب. و این هستیم به خاطر اینکه حتی مثلا شیرینی از خارج بیاریم، این شیرینی فرانسویه. و یادتون باشه شیرینی ایرانی مزهش 10 برابر اون شیرینی فرانسوی. خیلی چیز جالبی داره میگه. تو میگه که ایرانیا خارجی پرستن. بعضی موقع هستیم، بعضی موقع واقعا هستیم. یک حتی ایرانیا وقتی میرن خارج از کشور اسمشو عوض میکنن به اسمای آمریکایی. امکان نداره آمریکایی بیاد ایران اسمشو عوض کنه، از مایک بذاره محمد. راست میگی واقعا. محمد میره آمریکا، اسمشو از محمد تبدیل میکنه به مایک. تو خیلی چیز جالبی گفتی. این چه اثری زده به هویت ما به عنوان بچه ایرانی تو غرب که بزرگ شدیم؟ اثری که میذاره اینه که بعضی موقعا فرهنگ ایرانیمونو حفظ نیستیم. درسته. خب بچه ها هستن که با زبان فارسی بزرگ نمیشن. حالا نه که همه مثل فردوسی صحبت کنن، ولی خب اقلا باش یک نزدیکی، احساس نزدیکی داشته باشیم. خیلی چیز خوبیه، چرا نه؟ ببین غرور، خیلی چیز مهمی داری میگی. غرور یه چیز بدیه، ولی مغرور بودن یا افتخار کردن به خودت چیز خوبیه. ما نباید یک جوری باشیم که من خوبم تو بدی، من خوبم شما هم خوبین. خب اینطوری میشه فکر کرد. وطن پرستی در اون زمان چیز خوبیه. به وطن خود و تاریخ خود و فرهنگ خود افتخار بکنیم. به خاطر اینکه همینه که ازم پرسی چرا اسممو گذاشته پدرم تهران، که بدون از کجا اومدم که بدونم کجا میخوام برم. الان من یه خود موهای تنم سیخ شده. برای اینکه مثلا همینه که من دارم یه خود میام نزدیکتر به فرهنگ خودم. من فکر کنم این فرهنگ خودم هم یادم رفته، هم خودم شاید خارجی پرستم، شاید تو مغزم گفتم فرهنگ انگلیسی بهتره از فرهنگ فارس خود ما. اینم چیز خیلی بدیه. فرهنگ انگلیسی خیلی هم خوبه، ولی چیزای بدم داره. همونطور که فرهنگ ایرانی هم خیلی چیزای خوب داره، چیزای بدم داره. حتی وقتی دوره تعارف صحبت میکنیم، تعارف خب تعارف زیادی یا بیش از اندازه خب بده. ولی تعارف خودش ریشه از کجاست؟ از احترام گذاشتن. از احترام، درسته. آبم اگر زیاد بخوری خب بده، غرق میشه آدم، ولی به اندازه بخوری خب تشنگی در میره. فرهنگم همینطوریه. خب تهران جون، من یه چیزی اینجا درست کردم که نشونه دی ان ای خودته اینجا. اگر نیاکوی دست راستت اینجا فرهنگ ایرانیت که تا 3000 سال پیش میره تا کوروش اینجا، و دست چپ اینجا اینم فرهنگ آمریکاییته که میره 400 سال پیش، از 400 سال پیش تا اوباما. اوباما؟ تا اوباما که 4 سال پیش بود. راست میگه. قبل از اوباما میرسی سیاپوست در آمریکا وجود داشت. اینجا دوست دارم که 4 قسمت مختلفه. دوست دارم بخاطر اینکه من
نه فرهنگ مختلف درون منه، دینای مختلف هم خب جز به تجربه های منه، به خاطر اینکه پدرم که ایرونیه، باباش یعنی پدر بزرگم مسلمون بوده، مامان بزرگم زرتشتی. اون قسمت مادریم هم خب پدر بزرگم مسیحی بوده، مادر بزرگم هم کلیمی. ای بابا، ای بابا چیه؟ من 14 بار منو ختنه کردم. نکنه. مامان جون، قربونت برم. مرسی که مهمون من این شما. مرسی که دعوت کردی منو. نه بده تو از آمریکا من تو شما منو دعوت کردین لندن، این همه جا منو بردین. تو تازه 40 دلار هم دادی به بند به موسیقی. اون 40 دلار بی خیال. اگر من پول ندم امشب نمیتونم. نه بده. مامان جون، التماس میکنم بشین. مامان جون بیا بیا. من دارم پولشو من میدم، من میدم. نکن! نکن! What happened isn't what happened. We're friends. We're friends. This is our culture. It's our culture. But do you want to press charges or not? No, I don't want to press charges. I just want to pay the bill. And I can't let him. بچه ها رسیدیم به آخر برنامه. خیلی تشکر میکنیم از تهران. تشکر از گروه موسیقی عزیز ما. خب میخوایم تموم کنیم با یه آهنگ اصیل ایرانی سوال و جوابی. از شما خوشتون اومد؟ بله. از تهران خوشتون اومد؟ بله. از امید خوشتون اومد؟ بله. حالا بچه ایرانی اعتماد به نفسشون قوی شده و اسمای دوبامشون خیلی قوی شده. پس میخوام تشکر کنم از بچه ها پشت صحنه، مخصوصا سیامک زورخونه، بابک گلچماق، پوریای پهلوان و خانومش زهرای گردن کلوف. یکی از بچه هم که امشب نتونست بیاد اسخایی کرده، اونم پدرام پشمالو. Just for an after experience.